سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب حالا که ما روش جداسازی متغیرها رو با هم دیگه یاد گرفتیم و خواص جوابهایی که از این روش به دست میان رو دیدیم بیایید با هم دیگه یک مثال از حالتهای ایستا و غیر ایستا یک سیستم حل بکنیم مثالی که هم میخوایم بکنیم این هستش فرض بکنیم که فرض کنیم ای داریم با حالت اولیه روبرو حالت اولیه ذره گفتیم چی هستش وقتی میگیم حالت اولیه یا شرط اولیه ذرهمون در حقیقت تابع موج کامل ذره یعنی سای بزرگ x هستش در لحظه تی مساوی با صفر پس می شود سای بزرگ x و صفر فرض بکنیم که حالت اولیه ذره به این صورت داده شده هست یک عدد ثابت c یک ضرب در سای کوچیک یک x ایک به علاوه ثابت c دو در سای کوچیک 2 x پس این فرض بکنیم حالت اولیه زرمون در لحظه تی مساوی با صفر هستش و علاوه بر اون فرض بکنیم که سای یک سای یک ایکس و سای دو ایکس کوچیک حالت های ایستای ذره یا سیستم ایستای ذره با انرژی های انرژی های ای ایک و ای دو هستند ای ایک و ای دو هستند حالا چیزی که ما میخوایم به دست بیاریم برای این ذره اول این هستش که میخوایم تابع موجش رو در لحظات بعد از لحظه صفر به دست بیاریم یعنی در حالت کلی میخوایم سایه بزرگ x و t رو برای ذرهمون به دست بیاریم ببینیم که تابع موجش از چه رابطه‌ای به دست میاد خب چطور میتونیم تابع موج کلی زرمون رو به دست بیاریم ما قبلا دیدیم که در حالت کلی هر تابع موج سایه بزرگه x و t رو در حالت کلی میشه به صورت یک ترکیب خطی از حالتهای ایستای سیستم نوشت که به این صورت بود در حالت کلی رابطش میشد حاصل جمع بر روی n سیگما روی n یک سری ثابت cn ضرب در حالتهای ایستای سیستممون که به این صورت داده میشدن از جدا سازی متغیرها به دست می و به صورت سای n x ضرب در فی n تی بودن درسته که می دونستیم که فی این ها هم رابطه شون چی هستش بنابراین می شود این رو به شکل سی این در سای x در ای به توان منفی i E_n یعنی انرژی حالت ایستای انوم زب در تی بر روی اجبار بار نوشتش این رابطه ای بود که قبلا با هم دیگه دیدیمش و اگر یک همچین در حالت کلی یک همچین ذره داشته باشیم توی لحظه تی مساوی با صفر چی خواهیم داشت؟ خواهیم داشت سایه بزرگ x و صفر x و صفر برابر هستش با اگر تی رو مساوی صف بذاریم همه این جملات ای به آی منفی آی ای ان تی روی اچ بار برابر با یک میشن بنابراین حالت اولی زرمون از حاصل ضرب سی ان در سای ان ایکس به دست میاد خب اگر دقت بکنیم این ذره هم که این بالا حالت اولیش به ما داده شده دقیقا مثل همین فرموله با این فرق که فقط دو جمله داره یعنی به جای بی شمار جمله که ان میتونه از یک تا بی نهایت بره حالتی که به ما داده شده تمامی سی انا به ازای انای بزرگتر از دو مساوی با صفر هستن درسته پس فقط ما سی 1 و سی 2 رو داریم توی حاصل جمعمون بنابراین سای ایکس و تی ذره از چرا به تی به دست میاد سای بزرگه ایکس و تی زرمون یعنی تابع موج کلی ذره برابر خواهد بود با سی 1 در سای کوچیک 1 ایکس ضرب در فی 1 تی که پی فی 1 تی میشود چی ای به توان منفی آی ای 1 t بر روی h بار به علاوه جمله دوم می شود c2 در سای دو x سای کوچیک دو x در فی دو تی که فی دو تی برابر می شود با ای به توان منفی آی ای دو t بر روی اچ بار درسته پس این رابطه ای که اینجا نوشتیم تابع موج کلی ذره ای هستش که با این حالت اولیه داده میشه با فرض اینکه سای 1 و سای 2 حالت های ذره باشن با انرژی های ای 1 و ای دو. اگر سای و سای دو دوتا تا تابع دلخواه باشن ما دیگه نمیتونیم از این رابطه به دست بیاریم تابع موج ذره رو چرا چون قبلا دیدیم که این رابطه ای که اینجا نوشتیم فقط برای حالت های ایستای سیستممون برقراره و ما میتونیم روی حالت های ایستای سیستممون که یک پایه کامل رو میسازن هر حالت کلی سیستم رو به این شکل بست بدیم خب این از تابع موج زرمون حالا که تابع موج رو به دست آوردیم بیاین تابع چگالی احتمال زرمون رو هم تابع چگالی احتمال مکان برای مکان ذره رو هم به دست بیاریم یعنی چی؟ یعنی اندازه سایه بزرگ x و t به توان دو رو میخوایم با هم دیگه به دست بیاریم چطور میتونیم به دستش بیاریم؟ اندازه سایه بزرگ x و t به توان دو طبق تعریف میشود حاصل ضرب سایه بزرگ x و t در مزدوج مختلطش یعنی سایه بزرگ استار x و t درسته که اگر این رابطه که برای سای بزرگ به دست آوردیم و جایگذاری بکنیم به دست میاریم چی خود سای میشود سی یک در سای کوچیک یک من دیگه وابستگیش به x رو تکرار نمی کنم برای اینکه خلاصه تر بشه پس منظور از سای یک سای یک کوچیک x هستش ای e به توان منفی آی ای یک تی بر روی اچ بار به علاوه سی دو در سای دو پس برای سای دو هم وابستگیش به مکان رو ننوشتیم ای به توان منفی آی ای I2 تی بر روی اچ بار ضربش میخوایم بکنیم توی مزدوج مختلط سای برای سادگی فرض بکنیم که سی یک و سی دو اعداد حقیقی هستن اعداد مختلطی نیستن پس سی یک و سی دو بیاید فرض بکنیم عضو مجموعه اعداد حقیقی هستن در صورتی که در حالت کلی لازم نیست باشن ما فقط برای اینکه رابطه اینجامون ساده بشه این فرض رو داریم میکنیم و علاوه بر اون بیایید فرض بکنیم که سای یک و سای دو هم سای یک و سای دو هم توابع حقیقی هستند توابع مختلفی نیستند حقیقی هستند در حالت کلی سایک و هم ممکن توابع مختلفی باشند من فقط این فرض رو دارم میکنم برای اینکه اینجا نوشتهامو یه خود ساده تر بکنه خب پس جمله دومون دو مزدوج مختلط آ سایه بزرگ میشود مزدوج مختلط دو تا جمله ای که درش هست با هم دیگه جمع بشن مزدوج مختلط اولین جمله سی یک چون خودش میشه میشه یک چون تابع حقیقی خودش میشه فقط این جمله مختلط ای به توان منفی آی ای اک تی روی اچ بار تبدیل میشود به ای به توان مثبت آی ای 1 تی روی اچ بار یعنی فقط اون جمله است که ما مختلط داره به علاوه یه جمله دوم هم این میشه میشود سی دو در سای دو در ای به توان مثبت آی ای دو تی روی بار خب اگر این ضرب رو انجام بدیم چهار تا جمله به دست میاریم یک جمله می شود حاصل ضرب جمله اول اینجا در جمله اول اینجا که می شود c یک به توان دو در سای یک به توان دو چون این جمله نمای مختلط ضرب در مزاج مختلف خودش که میشه می شود ای به توان صفر که برابر با یک هستش این همون یک جمله c دو به توان دو در سای دو به توان دو داریم که حاصل ضرب این جمله دوم اینجا در جمله دوم اینجا هستش به علاوه دو تا جمله داریم که حاصل ضرب جمله اول این طرف در جمله دوم طرف راست هستش و حاصل ضرب جمله دوم طرف چپ در جمله اول طرف راست یکیش می شود C1 C2 سا 1 سای 2 در ای به توان آی در ای 2 منهای های یک نماها رو دارم با هم دیگه جمع میکنم تی بر روی اچ بار و اون یکی جمله می شود سی یک سی دو سای یک سای دو در ای به توان منفی آی در ای دو منهای های 1 تی بر روی اچ بار خب این می شود این چیزی که به اینجا به دست آوردیم می شود تابع چگالی احتمال مکان زرمون اما یه مرتبه هم از این میشه ساده ترش کرد و برای ساده تر کردن از رابطه اویلر باید استفاده بکنیم که من این قرمز این بالا براتون می بسن. رابطه اویلر میگه که ای به توان آی زب در تتا که تتا هر عددی میتونه باشه هر عدد حقیقی میتونه باشه برابر هستش با کوسینوس تتا به علاوه آی زب در سینوس تتا برای هر تتای عضو مجموعه اعداد حقیقی خب اگر از این رابطه استفاده بکنیم و توی این دوتا ای که اینجا داریم فرض بکنیم که این تتای این بالا رو یک بار گذاشتیم تتا مساوی با ای یک منهای عضو میخوام ای دو منهای ای یک در تی بر روی اچ بار و یک بارم گذاشتیم تتا مساوی ما منفی ای دو ای منهای ای یک ضرب در تی بر روی اچ بار اگر این جاگذاری انجام بدیم و از این رابطه اویلر استفاده بکنیم حاصل جمع این دوتا جمله اینجامون رو میشه به صورت ساده تر نوشت که اون صورت ساده تر هم این خواهد بود میشه نوشتش به صورت دو تا سی یک در سی دو در سای یک در سای دو در کسینوس ای یک از مخوام ای دو منهای ای یک در تی بر روی اچ بار پس این می شود مجموع این دوتا جمله نمایی مختلط اگر از رابطه اویلر برای ساده کردنشون استفاده بکنیم به علاوه این دوتا جمله که اینجا داشتیم یعنی سی دو به توان دو سای دو به توان دو به علاوه یه سی یک به توان دو سای یک به دو پس این رابطه که این پایین نوشتیم که حاصل جمع سه تا جمله هستش تابع چگالی احتمال مکان زرمونو میده نقطه خیلی خیلی جالب توی این تابع چگالی احتمال مکان زره که به دست آوردیم این جمله سوم هستش چرا؟ چون این جمله یک وابستگی زمانی توش داره توی این کوسینوس ای دو ای یک در تی روی اچ بار که به صورت جالبی هم کوسینوسی هستش یعنی با زمان نوسان میکنه این جمله نوسان میکنن چون میدونید تابع کسینوس تی یا کسینوس یه ثابت ضرب در تی یک تابع نوسانی هستش این دوتا جمله اول وابستگی زمان ندارن چون سای دو و سای یک از میخوام اینجا هم باید سای یک می نوشتم سای دو و سای یک فقط وابستگی مکان دارن حالا این جمله سوم با زمان نوسان میکنه و این نشون میده که تابع چگالی احتمال مکان ذرهمون با, با زمان نوسان میکنه و در نتیجه میانگین مکان زرهمون هم باید با زمان نوسان بکنه و این در حقیقت مثل این میمونه که این ذره داره جابجا میشه با زمان داره تکون میخوره خب دقت بکنید چیز جالبی که اینجا شد ما از ذره شروع کردیم که حالت اولیش حاصل جمع دو تا حالت ایستا بود اما خود ذره با اینکه حاصل جمع دو تا حالت ایستا تعریفش میکرد خودش حالت ایستایی نداره میبینیم که مکانش داره نوسان میکنه با زمان و حتی فرکانس این نوسان رو هم ما میتونیم پیدا بکنیم فرکانس این نوسان هست ای دو ای یک بر روی اچ بار پس این حالت های ایستا درست خودشون حالت های ایستایی هستن اما از ترکیب خطیشون میتونیم ذره رو توصیف بکنیم که داره حرکت میکنه و این یکی از اهمیت های خیلی مهم خیلی بزرگ روش جداسازی متغیرها و حالت های ایستایی یک سیستم هست که ازشون میشه استفاده کرد تا حالت های غیر ایستا رو هم توصیف کرد خب برای اینکه شهود بهتری نسبت به اتفاقی که اینجا میفته پیدا بکنید من از یک نرم افزار میخوام استفاده بکنم که این یک نرم افزار آنلاین هستش که من از اینترنت از لینکی که اینجا میبینید گرفتم این نرم افزار رو و کاری که میکنه میاد تابع چگالی احتمال یک ذره رو بر حسب زمان برای ما نشون میده و این پایین این بلوک هایی که اینجا وجود داره در حقیقت یک تعداد از حالت های ایستای سیستم رو مشخص میکنه که اینجا 6 تا حالت از میخوام 7 تا حالت ایستا این سیستم داره و ما میتونیم با مقادیری که اینجا تعیین میکنیم ضریب هر کدوم از این حالت های ایستا رو در حالت اولیه سیستم تعیین بکنیم یعنی فرض بکنید که سیستممون سایه من اینجا براتون بنویسمش مثلا سایه x و صفر برابر هستش با حاصل جمع n از یک تا هفت cn در سای n سای x خب و اون وقت ما میتونیم با تعیین این اه, ثابت های اینجا این سی این ها رو تعیین بکنیم. اولین کاری که من اینجا کردم سی دو سی سه سی چهار الا سی هفت رو مساوی با صفر گذاشتم و سی یک که حالت یا شاید بشه اینجا اسمش رو سی سف گذاشته حالا ما میشه معادل سی یک ما سی یک رو برابر با یک گذاشتم بنابراین حالت اولیه سیستممون فقط یک حالت ایستای سیستم هستش حالا اگر نگاه بکنیم تابع چگالی احتمال رو بر به زمان همونطوری که انتظار داریم میبینیم که ایستا هستش و هیچ تغییری نمیکنه تابع چگالی احتمالمون و متوسط مکان ذرمون هم توی ایکس مساوی با صفر ثابت هستش حالا بیاید مثلا ضریب سی یک رو صفر بکنیم و ضریب سی دو رو بکنیم مثلا مقدار یک پس این الان سیستمی هستش که برای C1, C3, C4, C5, سی 6 و C7 مساوی با صفر هستند و C2 برابر با یک هستش. بنابراین این سیستم هم باز فقط با یک حالت ایستا توصیف میشه و اگر نگاه بکنیم تا به چگالی احتمالش رو به اسب زمان همونطوری که انتظار میره هیچ تغییری نمیکنه. این سیستم فقط با یک حالت ایستا توصیف شده و باز هم اگر میانگین مکان زرمون رو حساب بکنیم خواهیم دید که با زمان تغییری نمیکنه و ذره انگار ثابت هستش حالا اتفاق خیلی جالبی که میافته این هستش که اگر دو تا از این ثابت ها رو بیایم غیر صفر بکنیم دقیقا مثل مثالی که اینجا با هم دیگه حل کردیم الان سی دو برابر با یک هستش و من سی یک رو هم میام یه مقدار غیر صفر بهش میدم مثلا فرض کنید اینم سی که من این الان حالت اولیه این سیستممون هستش که کشیده شده و با دو تا تا از حالت های ایستا با ضرایب غیر صفر توصیف میشه حالا اگر تا به چگالی احتمال و بر حسب زمان نگاش بکنیم همونطور که انتظار میرفت و اینجا هم با هم اثبات کردیم میبینیم که داره نوسان میکنه یه لحظه اینجا به پیک خودش میرسه و بعد میاد اینجا و این حرکت نوسانی رو تا به چگالی احتمال ما داره ادامه میده این نوسان از همین جمله کسینوس ای دو منهای یک تی بر روی اچبار داره میاد و اگر بیایم مکان متوسط ذره رو بر حسب زمان حساب بکنیم میبینیم که داره بین این دوتا نقطه ای که پیک داره تا به چگالی احتمال ما یه جورایی زرمون انگار حرکت میکنه بر حسب زمان مثلا اگر اینجا نگه داریم الان هول و هوش این پیک هستش مکان متوسط زرمون اگه یه خورده بذاریم زمان ادامه پیدا بکنه و مثلا توی این لحظه نگاه بکنیم و مکان متوسط زرمون رو حساب بکنیم اومده هول این پیک قرار گرفته و بنابراین حاصل جمع یا ترکیب خطی دو تا حالت ایستا داره یک حالت غیر ایستای سیستم رو توصیف میکنه برای ما خب فکر کنم بحث تا همینجا کافی باشه و اینجا یک مثال جالب از حالت غیر ایستای سیستم رو با هم دیگه دیدیم توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ